سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی هستید سالم و سلامت و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فراد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی خودتون. اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی های هارس اف آین فور ماد ملنیوم دان، بازی با روسیه و ولادیمیر پوتین. بچه پارت ها رو از دست ندین، الان دیگه وقتشه که حملات روسیه بر علیه ناتو از سر گرفته بشه و رنده کنان بریم جلو. تا اونجایی که تونستیم هوا رو سبز کردیم و ناوگان هوایی ناتو رو جر دادیم. امیدوارم که از این سری بازی های روسیه خوشتون بیاد و مثل همشه پر قدرت پر انرژی لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دمه تکیه کسی که منو باید بکنن گرم، بزود پر قدرت پر انرژی خفرهای بشدت خفن و پر انرژی در راه خواهد بود. پس از دست ندید بارو بچه. قصدم که از صحرای سینا حالا اینجا این تیکه من پوش بدم، در واقع انگلیسی رو پرت کنیم از این منطقه بیرون، دو جبهه بکنیم ترکیه که راحت بتونیم اینجا فشار بیاریم و از طریق شمال بریم جلو. بای دوه سوکا بیلی ایدی ناخو بنازم بریم جلو. عالی پسر، آما شالله شروع تانکا ترن. بیا 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 پسر، آماده حمله در بنازم حملات سنگین روسیه. بودو بودو هوا اینجا رو مثبت کنید با شدت با قدرت بیریم به سمت قدرت. شما 900 تا چون بید اینجا. عالی پسر، این قدرت شیرجیری داره میخوره اینجا. بنازم بلاروسکیم این کشنگاه رو میتونست بیرم تو جنگ. وایسا 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 برو پسر، وقتشه که ناتو رو رندشو بزنیم. اینجا رو ببین دننه. عالی پسر، عالی می نوازیم. فرمانده شما کیست؟ آفرین نافگان هوای روسیه بنازم. سیرکل سمت شما جنوب رو داریم. شما بیستا بودید 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 یه سیرکل عظیم و جسه. بنازم نگاه پشتوانی و مکام در سمت شما رو چیکار کردید؟ بنازم با شدت با قدرت بیریم به سمت قدرت. لایستان is going to fall. hold it. آماری کلا چرشون بدید. تمام سیرکل رو بنازم. اینو بزن. عالی پسر، عالی. اوه آه 80 تا دیویژن سیرکل شدن. بنازم اینجا رسیدیم به مرزهای ترکیه، سوریه رو آزاد کردیم. بچه ها وحشیانه دارن میرن جلو. لیتوانیا از فولن. بنازم اینجا لند کردم پشته بود سیمان امیلیام. عالی پسر، اوج هیجان گیم. بودو 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 بزنیم. خب بچه ها ادمارشو فعلا داشته باشیم علال حساب. شما دیگه حملاتتون رو کنسل بکنید. خیلی دیگه رخنه کردیم رفتیم داخلشون. حملاتو کنسل بکنید تا بتونیم سیرکل اینجا رو چلیمش بکنیم، نذاریم لند بکنن. و آفرین، عالی پسر. invest in the production. او نسلی که درون رو تازه باز کردیم. بچه درون رو من اعتقادی ندارم الان با روسیه بریم جلو. اینم بزنیم که در واقع حزمون بیاد بالاتر، قویتر و بهتر بشه. من چیکار بکنم با این 92 تا دیویژنی که اینجا سیرکل شدن بدبختا. بله عزیز من، هر چیزی تاوان داره.
عالی پسر، احتمالا اینجا بچه یه پوش نمکیمون بدن دوباره. ولی خب من نیروهای بکاپ و پشتیبانی رو بیارم که از جناح‌های مختلف بتونیم بریم جلو، اینجا هم بتونیم کات بزنیم. نیروهای فرانسوی و پقی میرن تو سیرکل، ولی خب ساپورت هوایی رو یه جورایی نداریم. بیج ببینم رادار سازیمون مسئولش کیه. ای اینجا ببینیم رادار، رادار چقدر زیر ساختمون رو ترکونده عوضی. وضعیت هوایی او، یه پاتک رو بزنیم. بیت 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 یه پاتک رو داشته باشیم با دیویژنامون. اینا هم ارتش مرگن ها، 11 تا دیویژن ارتش مرگ آماده به خدمت. از سمت شمال ترکیه بچه بهشون فشار میاریم که از طریق جنوب هم دو جانبه بکنیم. ناتو یه جورایی با این سیرکلی که اینجا داده آچمز شده و حقیقتا هم فعلا زورمون نمیرسه که این مناطق رو بگیریم. بابا بگیرید دیگه، ساپورت هوایی هم که دارید عوضی ها. اینجا هم ساپورت هوایی ها رو داریم، خدا رو شکر فشار از روی ما برداشته شد. شما 210 تا بزنید، همون بمباراناتون رو بکنیم. بیایم داخل آلمان و این طرف هم داخل اینجا به صورت نسونس زیر ساختاشون رو بمبارون بکنیم. بذارید بچه ها اینجا اینجوری فایده نداره، شما ها بیاید اینجا، ما بقیه هم اون طرف باشن. عالی پسر، سیرکل رو ببین بنازم، نزدیک 700 هزار نفر را تو از دست داد توی این حملاتی که ما انجام دادیم. به به بنازم خوبه بچه. ساپورت هوایی رو تا اونجایی که تونستیم اینجا گرفتیم، ولی متاسفانه اوزامون اونجوری که باید عالی نیستش. از شماها یه صد تاتون بیارید اینجا که فرودگاه اونجا خالی بشه، یکم اوزامون بهتر شد. نباید بذاریم فرودگاه اینجوری منفی بخوره. از شما 500 تا که نه، شما 177 تا، 600 تا. میبینید بچه فرودگاه رو جیر دادن، شما 500 تا بیارید اینجا. بوده پسر عالی، ما بقیه شما هم زیر ساختی بیارید این طرف، هوای اینجا رو بگیریم. درگیری های اصلیمون بچه داره اینجا صورت میگیره در خاک لهستان. 1247 تا فایتر در واقع گذاشتیم. شیلا بازیگوشی در روز روشن 16-17-6 بچه تعداد کشتامون شدید داره میره بالا ها. یعنی چی؟ اسکول بازی در روز روشن خوبه بچه. هوای ترکیه رو گرفتیم، شیلا داره اسکول بازی در میاره. ای بابا ای بابا، شیلا بشین آفرین، یا بیا اینجا میای نشونت بدیم. خب آقا اینا مهم نیست، آماده یک هلمارچ دوباره میشیم. فقط وایس ببینم، ببینید اشتباه بزرگ من دقیقا همین بود که فرماندهی جنگ و داکتریانی که زدم رو حالت اگریسیو بود، حالت پیکانی مانند. اینو بذاریم رو این حالت که راحت بتونن بچه ها لاینا رو بگیرن. چه دفاعی دارن میکنن اینا. سه تا دیویژنمون اینجا سیرکل، بچه هم اینجا یه کوچولو سیرکل شدن سمت جنوب ترکیه. همچنان فشارهای سنگین رو داریم وارد میکنیم، ساپورت هوایی رو هم داریم. کاملا الان خاک ترکیه آزاده واسه بون. بیایید همه تون رو ایر، آفرین آفرین، ایر رو بگیریم. ایول حاجی چه سیرکلی کردیم اینجا سمت استونی رو. خوبه، البته استونی نه، لیتوانیا. لیتوانیا دیگه اینجا هم چیز خاصی نداریم تو تصمیماتمون بزنیم. آقا منتظر ببینم جنگ هواییمون پیروز این جنگ چه کسی خواهد شد. همونطور که مشاهده میکنین 26-4، 25-4 برتری از آن ماست. زیادم لازم نیست این حجم از لافگان هوایی بذاریم این طرفو. بیا آقا نصفشو بنداز اینجا تا 28-37-6، 29-6، 25-8 برتری کاملا از آن ماست. لن زدن لن زدن و لن زدن. بیدید اینجا ببینیم بچه، تمامی بنادر و قسمت ها رو خدا رو شکر گرفتیم و اوضاعمون از این بابت خوبه. نمیذاریم این عوضی ها لن بکنن. ریسرچ هامون بی اینجا تا میتونیم موشک های مختلف رو ساختیم. موشک های S500 ترکیه چه مقاومتی میکنه،
یه پوشبک طلایی دادیم اینا رو در مرز و بوم هاشون. عالی پسر، اینجا که دیگه هواپیما نداریم قاعدتا. بس ببینم، شما 87 میدونم خیلی مهمینا، شما بیاید اینجا علل حساب هوای مصر رو داشته باشید که اینا بمبارون نکنن، حداقل فرودگاهمون از دست ندیم. اینجوری خیلی بهتر شد. خب جنگ دریایی رو میبینیم اینجا. اوها، کلی کشتی از دست دادن، ولی خب ما هم کشتیمون رو به نوبه خودمون از دست داریم میدیم. همه رو تو از سر بگیریم. بنازم شما هم فرمان جنگ نداری، درسته؟ خب بچه اینجا زورمون رو داریم میزنیم که رنده کنم بریم جلو. خیلی ناتو دیویژن آورده، احتمالا زورمون نرسه، شایدم برسه، نمیدانم. درگیری اینجا شدیدتر میشه، جنگ هوایی همچنان پاورجاست. در واقع نیروهای زمینی ما به شدت دارن کس میشن. بابا فرودگاه رو ببین خدا وکیلی. بذارید آقا در تیراژ بالا من فرودگاه بسازم تا بتونیم ناوگان هواییمون رو اینجوری چلیمترش بکنیم. معضل زشت ناوگان هوایی نخورده بودیم که خوردیم. شما 700 تا بیاید اینجا، از شما ها بیاید اینجا 350 تون. عالی پسر، الان یکم اوضاعمون بهتر شد. از شما هم 83 تون هم بیاید این طرف. الان دیگه میشه گفت ساپورت هوایی رو داریم. اوزا بس نوجوان مردانه سخت است. یکی از شما به حالت اینترپشن باشین که از اون طریق هم بتونیم اینا رو رندشون رو بزنیم. ناوگان هوایی ناتو بد داره جر میخوره. فشار ما هم سنگین و سنگین تر شد دیگه. اینم موشک های چیزمون هم هایپرسونیکمون رو ساختیم. عالی پسر، الان میلیتاری اکسس که داریم، نان اگشن پک هم میتونیم با بشار اسد ببندیم و رنده کنان بریم جلو. اینو بزن سیرکله، نراته سیرکل نیست، اینو بزن. آفرین پسر آجی. اوه 18 تا دیویژن بیکار و علاف داریم. شما ها از اینا استفاده میکنم، میدونم یکم دورن، ولی امریکایی ها رو اینجا قتلام بکنیم تا ببینیم اوزامون چی جوری میشه. 100,000 نفر تو این جنگ از دست دادیم و احتمالا به خاطر بتل پلنی که اینجا کردیم بچه های کم جر بخورن. یکم نیروی بکاپ نیاز داریم این طرف. دقیقا همون حرکتی که بهتون گفتم، 11 تا دیویژن من از اینا جدا میکنم، میاریمشون اینجا که سیرکل حقیقتا نشیم. بچه ها لحظتان رو یه جورایی داریم پوش میدیم ها، ولی احتمالی که الان سیرکل بشیم هست. بودو روی پشتبانی و بکاپ تشریفتون بیارید. اینجام که این عوضی ها لر زدن، همچنان شمال ترکیه نیفتاده ولی جنوب ترکیه داره میفته. سوریه رنده کنان رفته جلو. یا حسین، یه لنده دیگه از اینهای فرانسوی و پقیه رو داریم. به اینجا، به اینجا من آرزوم شما لند بکنید تو خاک من. حتی اینو تو زمین های ایران لند کردن و کار به این چیزا ندارم. اینا که تشریفشون رو آوردن، شما چی؟ بودو 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 بودو، 11 تا دیویژنمون کو. بودو سری بیاید، سری بیاید سیرکل رو انجام بدیم. بچه اوضاع یکم اینجا داره قارش میش میشه، احتمال سیرکل شدنمون توی این منطقه هست. اوف، آپگرید بعدی، آپگرید بعدی بیایم حقیقتا اینا رو بریم دیویژن ارگانیزیشن رو اینا میده. خب بچه بذاری من عملاتو متوقف کنم، شما متوقف بشید، شما ها هم همینطور. این 11 تا دیویژن هم بیاریم اینجا. برادران انگلیسی رو رندشون و سولشان را بگذارن. خوبه، همه رو تو متوقف کردیم، یکم اوزامون چلیمتر و اوکیتر بشه تا ببینیم چیکار باید بکنیم. یه کوچولو اینجا کوهستانهای ترکیه رو پوش دادیم رفتیم جلو. دیویژن های ما هم اینجا رسیدن، حالت آماده باششون رو بزنیم. با فرمان من بلیت بریم جلو. آما شالله برازم گوشتای آمریکایی. بچه اینا جر میخورن. وضعیت هوایی اینجا والا چه عرض کنم، شما صد تا به این حالت، شما هم به این حالت که هستید، شما هم همینطور.
این 800 تا رو من یه جوری بیارم اینجا. کی ناوگان هواییش آورده تو اینجا؟ آهان باگ بود. بنازم حاجی بنازم، هر چقدر بیاییم نزدیکتر اوزامونم خفنتر و بهترم میشه. از شما 500 تا همه تون بیارید اینجا تا هوای اینجا رو به صورت کامل و دقیق داشته باشیم. رنج و خدایی ببینید، احساس میکنم رنج هواپیمامو خیلی زیاده، پس من حرکتی که میذارم نسل 5.5 سخا رو، اینا رو که دادم بهشون، اینو برداریم. اتک 111 میده، دیفنسیش یا رادار ادوانتیجیش رو بیاریم بالا، اینجوری کمتر میمیرن. اینم رفت رو آیوی. اوها دیگه الان جر باید بدن طبق قانون ژنو. بله خب نسل 5 فایترها رو A2 اسمش، بذار من اینا رو جایگزین بکنم. عالی پسر، این هواپیما دیگه عملا دیگه هرچی نباشه دیگه جر میدن، هم رادار گریزن در تیراژ خیلی بالا، همین که اوزاشون خیلی عالیه. نسل جدید ماهوارا هم که ساختیم، اگه اینجوری باشه سرعت اینترنتمون باید 1 گیگابیت دقیقا. آفرین فراد، آفرین. ای ول بچه، کانال در واقع شمال ترکیه باز شد، از کوههای ارامنه داریم میریم جلو و رنده عتیقه ها رو داریم میزنیم. جنگ هوایی سنگین رو در داخل خاک ترکیه رو مشاهده میکنین. شماها بیایید اینجا، شما 200 بیایید این طرف، حقیقتا میتونید بیایید اینجا. عالی، تا سپورت هوایی رو کامل داشته باشیم. این از هلیکوپترها و یه سری تکنولوژی دریایی که همه رو داریم میریم جلو. جنگ هوایی ما سنگین و سنگینتر و نفسگیرتر میشه. کدومتون مشکل هوایی دارید؟ هیچ کدوم. خب از شماها نصفتون بیاید اینجا. عالی پسر. فقط بچه ها واسه اینکه افیشینسیمون بیاد بالاتر من یه مرج آل بذارم. عالی پسر، یه دونه این کسارم بلند کن بیار اینجا که واسه اون سول ببره. عالی پسر، ببینید اوزامو خیلی اوکی تر و خفن تر شده. کل ناوگان هوایی ناتو رو داریم رندشون رو میزنیم، ولی متاسفانه نمیتونیم الان. اوه متاسفانه، چرا سوراخ پیدا شد. خب اینو بزن، یه دونه از شما اینجا پوش بده، تو بیا اینجا. در جو جر خورده پودر شد. یه سیرکل نمکی رو داریم، ورشو افتاده داخل سیرکل دیویژن های ما. عالی پسر، ولی اینجا ببینید داره اتک میده. یه کدومه تو بیاد اینجا دفاع رو بگیره. عالی پسر، این از محاصره ورشو پای تخت لهستان. سکم اینا خیلی بد دارن رخنه میکنن میان تو اونا. بیاد اینجا ببینیم. خوبه، محاصره ورشو رو داریم. همچنان لهستانی ها جانانه دارن مقاومت میکنن که پودر شدن، حقیقتا بای بای. خب خوبه، شما ها اینو بزنید، همین مسیر رو مستقیم رخله بکنید میاید جلو. همینو میریم جلو که در واقع رندشون رو هرچه سریعتر بزنیم، سیرکلامون رو داشته باشیم. دیویژن بکاف و پشتیبان. عالی پسر، بزنش. توبخونه های خفن، دیزاین های خفن، اینجوری جر میدن بچه ها. از شما دو، یکیتون بیاد اینجا، یکیتون هم بیاد این طرف که کامل سیرکل اینجا کامپلیت بشه و عملا اینا برن تو زوالدان تاریخ. بزنشون. آبا شالله پسر، بیا اینجا. اینا بونوس منفی سیرکل دارن؟ آره یه لحظه گرفتن. اینم از این، بیا اینجا، بیا اینجا، اونجا نه. چه سیرکلایی داریم میکنیم از ناتو بچه. اینجوری حقیقتا دیویژناشون کمتر میاد و رندشون میخوره. 5.3 میلیون نفر از دست دادن. اینو بزن نه سیرکلمون بکنه. شماها بید اینجا، بوم. شماها هم از سمت شمال رخنه بکنید. حقیقتا دیویژن بیکار و علاف نبینم. تو بی اینجا، تو یه دونه اینم بزن. آفرین که زورتون میرسه. وضعیت هوایی لهستان رو هم میبینین، رنده کنان داریم جرشون میدیم. وضعیت ترکیه برازم،
یه رخنه همه جانبه رفتیم جلو. ایران چه حالی داره میکنه؟ چند درصد جنگ ایران داره؟ 18%. Destroy enemy planes. 25,000 تا پوینت هوایی شه دمش گرم، ولی پوینت هوایی ما 365,000. بله عزیزان اینجوری هست. خب اینا رو که داریم اینجوری جر میدیم، عالی پسر، نسل جدید هواپیمامون هم دارن ساخته میشن در تیراژ بالا. اوضاع به شدت بر وفق مراد نیروهای ماست. بچه ها کامنت گذاشته بودن که حقیقتا الان یادم اومد، بودجه نظامی رو بیار بالا تا هزینه تولیدات بره بالاتر، به روی چش 2 درجه آوردم پایین تر و اقتصادمون کلن شد 46 میلیارد دلار. خب من یه دونه دیگه میارمش. اوکی 12 میلیارد دلار بچه ها اقتصادمون الان مثبته و 300 میلیارد دلار به صورت هفتگی ما داریم هزینه در واقع نظامی هامون میدیم هفتگی. این خیلی زیاده. ترکیش کردستان has fallen. اوف یه 40-50 تا دیویژن هم اینجا سیرکل دادن اینا جون نالک و البته سیرکل نشدن و اینا تخلیه میکنن تو خاک عراق. اینو بزن، این باید بیفته. اوه بسر هرچی دیویژن بکا و پشتیبان داریم اینجا ارسال بکنیم و رنده کنان بریم جلو. سیرکل نیروهای لهستانی رو داریم، این هم از این، عالی پسر. هلیکوپتر رو بیار، تمام کارشون. شما اینجا رخنه بکنید، اینجا یه کوچولو تخلیه کردن، هیچ اشکالی نداره. سیرکل ها انجام شد. ببینید دیویژن های اروپا الان خیلی خیلی کم اومد، ولی بذار ببینیم شما رو گرفتن. بودو بودو اینم بزنیم. والا من دوست دارم این یکی رو بزنم. این دفعه اولیگارچا بیان پایین و درجه فساد رو بیاریم پایین تر، فساد رو به درجه 2 رسونیم تا 41 میلیارد دلار دیگه اقتصادمون مثبت بشه. وضعیت تولیداتمون چند درصد شد؟ روزانه 4.5 تا داریم فایتر تولید میکنیم. یکم وحشیانه و اگریسیوانه شدیم ولی خب اوکی. ایول پسر، اینم از لهستان. 19 تا دیویژن اینجا سیرکل دادن. چقدر نوتو سیرکل داد. شما زورتون می نمیرسه، بزن دیگه، تموم شد و رفت. خب همچنان در تلاشیم اینجا رو در واقع هاکاری رو سیرکل بکنیم و تمام. ایول 42 تا دیویژن هم این طرف ناتو سیرکل داد. این به منزله پایان امپراتوری ناتو خواهد بود. خب بچه از اونجایی که دیویژن زیاد داریم، من اینا رو میارم تو این لاین به صورت اگریسیوانه از این طریق برن جلو. یه چند تا 11 تا دیویژن هم اینجا داریم، اینا به صورت اگریسیوانه بیان سمت دانمارک. دوستان از سمت مرزهای شمالی بیان اینجا. شما 20 که اوضاعتون اوکیه دیگه، شما به صورت اگریسیوانه به این صورت بیاید جلو. عالی پسر. ببینید این به این میگن استراتژی جنگ. از سمت جنوب مناطق جنوبی رخنه میکنیم میایم جلو، از سمت شمال پوش میدیم، از سمت مرکز هم یه پوش سنگین میدیم. در واقع اسکات هامون یه جورایی لاین میزنن. اگه اینجا لاینمونو دوباره یه اتصال بذاریم. بودو 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 بودو. این چیه باز کردن لامونو؟ اینو میزنین؟ بودو 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 بودو. اینجا بوم. تو یکم بیا این طرف. خب سیرکل اینجا انجام شد، دیویژنمون از بیکاری اینجا در اومدن. 54 تا دیویژن داریم. خب همه رو میذاریم تو مرز لهستان و خیلی شیک و مجلسی میزنیم به صورت اگریسیوانه برن داخل خاک پقی. دیدید دیویژنایی که ساختیم چقدر کمکمون کردن و جنگای هوایی که همچنان با نهایت شدت و قدرت داره اتفاق میفته. شما ستا بید اینجا رو کسب بکنین. نیازمند کسهای شما در تیراژ بالا هستیم. ترکم از سمت جنوب داره میفته. اینجا سیرکلمون انجام شد، دیویژن های پشتیبانی و بکاپ ما هم اینجا رسیدن و عملا اینا رو داریم میریم جر بدیم. آقا یه هلوارچ ساده رو داشته باشیم و پایان امپراتوری اروپا رو واسه همیشه داشته باشیم. نمیخوام از بمب اتم استفاده بکنم، ولی به خاطر عشق شما ها و غرق ملیمون
یه دونه بمب اتم واسه تون استفاده میکنم در خاک برلین. برلین چون استیتش کوچیکه زدم و آما شالله آماده جنگ میشیم بعد از حملات اتمیمون. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بنازم من چرا منتظر بمب اتم؟ هنوز موشکه نرسیده ها. برو پسر میشدم نخور بمب اتم. بوم هرچی دیویژن اینجاست. هردور شما 11 تا شما اعلان جنگ کردید. بریم جلو مارچ سنگین نیروهای روسی با شدت با قدرت. برو پسر یه بمب اتم زدیم تو خاک برلین. احتمال حملات اتمی اونام هست. برو پسر برو. عالی رنده ناتو رو میزنیم. سجل شما رو ببینیم. حملات هوایی سنگین چه درگیری شده اینجا. شما 300 تا بریزید توی خاک. یه 70 تا تون اینجا بمونه. ماشاءالله پسر زیر ساختارم همه رو زدی. فرودگاهشو نمیتونه استفاده بکنه. بنازم عظمت راشا. نصف رو کنه همه بیان رو خاک آلمان. حجم هوایی اینجا سبکتر شد. بنازم توله پرفشار نیروهای ما. باید نوال بیس رو بگیریم یا اینجا رو یک کدومش رو بگیریم. برو جلو سمت شمال. هنوز هیچ اتفاق نیفتاده. جان 22 تا دیویژه بیاد اینجا. برو سریم این لاین رو باز کنیم. عالی پسر. My son has fallen. بودو یه ساعت تو بری اینجا. بری جلو بنازم. اینه قدرت روسیه. ماشالله بسر عالی. ترکیه has fallen. خوبه عالی بسر. این از هلمارچمون رنده کنان داریم میریم جلو. منتظریم این که حقیقتا اینجا رو بگیریم. ناوال بیس اینجا هست. اوی اوی اینجا الان سیرکل میشن اینا. بله 6 تا دیویژن دیگه اینجا سیرکل داد. شما رو هم گرفتیم. وحشیانه و رنده کنان داریم رخنه میکنیم داخل خاک آلمان. تاریخ تکرار میشود. یک زبانی شوروی اینجوری رنده کنان رفت جلو و الان زمان ماست که اینجوری رنده کنان رخنه بکنیم بریم داخل. برلین is going to fall. اوه 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 چقدر ناوگان هوایی آوردن اینجا. بابا فرودگاهتون رو ناموسن اوکی بکنید. بیا بابا این از این. بیا تموم شد. خیلی تاثیر گراز بودی. بایده به بچه داریم تو خاک آلمان پیشروی میکنیم. رنده کنان داریم میریم جلو. اینجا چه سیرکلی زدن بچه ها. فرمانده شما کیه؟ به صورت اگرسیف حمله بکنید. حمله نمی کنید. خب بکنید دیگه. اوی این پشت لند زدن. دوباره بچه من از دیویژن های ذخیره اون پشت استفاده میکنم. 13 تا دیویژن بیاریم اینجا که عملا سیرکل نشیم. احتمال سیرکل شدن رو هم هست. ولی خب سریع بچه رو میاریم که سیرکل اتفاق نیفته. دیویژن های بکاف و پشتیبانی مون هم از سمت شمال دارن میان.
اینجا ما یه 19 تا 18 تا دیویژن داریم به صورت بیکار شده و علاف، همه رو میاریم اینجا. اینا وظیفه‌شونه که مستقیما پاریس رو بندازن. عالی پسر، خوبه. شما 11 تا دیویژن برید جلو. دوباره دیویژن بیکار و علاف داریم. شما بیایید اینجا، وظیفه شما این خواهد بود. ایتالیا نیست تو جنگ. آخه وظیفه شما اینه که بیایید اسپانیا رو کپچر بکنید. برید جلو آقا. بریم جلو رنده این آمریکایی‌ها و ناتو رو بزنیم. اینجا لند کردن، کلی دیویژن هم تخلیه کردن، ولی خب چه فایده ای؟ دیویژن های ما هم دارن اسخای میکنم، دارن میان سمت نوردیک تا بتونیم رنده کنان اونجا رو هم بریم پوش بدیم. دیویژن های وکاپ و پشتیبانی ما هم اینجا رسیدن، تایمینگ عالی و مناسب، و به صورت اگرسیوانه و وحشیانه هم حمله بکنید. چه خبره اینجا؟ چه خبره؟ جنگ سنگین هوایی رو دارید مشاهده میکنید داخل خاک آلمان. بعد دارن سولمون میذارن و حقیقتا جنگ هواییمون هم داخل اینجا تموم شد. سوریه چقدر زمین گرفت. یه سیرکل سنگین دیگر هم داریم. ناتو تا به اینجای کار 6.1 میلیون نفر از دست داده، ما 1.5 میلیون نفر از دست دادیم. برید جلو. ای والا پسر، باریکلا. ولی کاش تو اونجا رو نری جلو، چون میخوام از اینجا برید جلو که حقیقتا اون طرف هم اگه گرفتیم مرز داشته باشیم. برید اینجا برید جلو. آره، چون میخوام دو جبهه بشه، نصف دیویژن ها از خودشون مسیرشون برن جلو و گلیم خودشون رو در بیارن. تموم شد رفت. به اینجا هلیکوپتر خوراک سرعت، به اینجا لاین رو بازش کن. آفرین پسر، برو سرباز. اینم از این. ترکیه has fallen. جنگ های سنگین. آلمان is going to down. یه سیرکل دیویژن های آمریکایی رو اینجا داریم. برلین افتاد. برلین has fallen. تارگت بعدی اتمی ما، اتون خوب میدونید، میدونی حالا کتم. این از این. از 6 تا سیلو در دوریشن ستایی. سنگین ترین بمب اتم 1 مگاتون TNT مون رو استفاده میکنیم. 1 مگاتون TNT قدرت تخریبشه. خب اینم فایر. ببینید 1 2 3. خوبه. آماری کلا، آماده حملات بعدی اتمی میشیم. پاریس is going to burn. We are going to kill everything. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch. سرعت بازی کنده. Launch. Boom. برازم. موج انفجار تا حتی لندن هم رسید. شیشاشون شکست. این اتفاق قراره دوباره دیگه هم اتفاق بیفته. عالی پسر، حملات سنگین اتمی روسیه بر علیه ناتو. اونا مگه بمب اتم بزنن ما نمیفهمیم، نمیدونم، یا میزنن یا پدافندای سامانه موشکیمون جرشون میدن. آما شالله پسر، خوبه. با اینکه متحدین ما هم وارد جنگ نشدن، ولی اوضاعمون به مراتب عالی و خفن تشریف داره. وضعیت وارداتمون چجوری است؟ اوی کنگو، برزیلیا، ویتنامیا. خوبه دیگه، کلی تکنولوژی متال نیاز داریم. وضعیت ساخت و سازامون روزانه به 5 تا رسید. فایترامون داریم میریم تو خاک پقی. آماده واسه دوریشن بعدی حملات اتمی روسیه هستیم و جرمنی has fallen. آما شالله، جرمنی has captured. پقی رو داریم این طرف. 10, 9, 8, 7. بوم. ایزی پیزی لیمن اسکویزی. حملات سنگین اتمی رو مشاهده کردیم. خب شما ها حقیقتا اوضاعتون یکم خراب است.
یک فایتر اینجا چه غلطی میکنه. خدا وکیلی میبینید اسکول بازی اینا رو. یک فایتر 500 تاتون بیاد اینجا. ای کاش میتونستیم مرجم بزنیم، نروژم افتاد. از شماها یه چند تاتون بیاد اینجا، یه چند تاتون بیاد این طرف، یه 70 تا میتونه بیاد اینجا، این هم میتونه بیاد اینجا که زیاد شد. از شما هم نیستتون بیاد این طرف. لوکزامبورگ has fallen. شما 200 بیاد اینجا. شما هم همه تون به صورت عنکبوتی اینجا رو بگیرید. آره دیگه، چه کسی داره میشه امشب؟ یا من همه رو اگه بذارم رو کس چه اتفاقی میفته؟ زورتون میرسه؟ نه. این هواپیمای کسمون اصلا خودشون ذاتن کس میشن. وضعیت هوایی اینجا چجوریه؟ شما 200 بیاد اینجا، حالا که اون طرف افتاد بیاد اینجا ببینم. این ما قدرت کس میخوایم عوضی ها. اینجا هم یه سیرکل کردیم ولی زورمون بچه ها نمیرسن. رنده فرانسه رو داریم میزنیم، رخنه دیویژن های روسی در خاک پقی اروپا به دست نیروهای روسی افتاد. بنازم اوف. There is no step back. خب 19 تا دیویژن داریم، بلافاصله همه رو بیاریم تو سمت جبهه‌های اروپا. اینا احتمالاً در تیراژ بالا هی لند می‌کنن. شما 22 تا دیویژن بیکار. شما بیایید اینجا. 18 تا دیویژن علاف دیگه. شما بیاید تو مرزهای این طرف. 11 تا دیویژن بیکار دیگه هم داریم که مربوط به ارتش مرگمونه. شما بیاید اینجا. تمامه. کار پقی تمومه. هرچند که اینجا حملات اتمی زدیم دیویژنمون جر میخورن. اوه! پقی از فالن. Let's go 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 go. دوای دوای دوای. تحریک طالبان با روسیه پیس داد. آجی برقو ببین. اقتصادمون چجوری با این همه زمینی که گرفتیم؟ 140 میلیارد دلار مثبته. پس من بودجه نظامی رو توتال وار میکنم. توتال وار رادیکالیست. نمیخوام ولش کنم. سخنرانی جوزف گوبلز رو هم نخونیم، سنگین تریم. این هم بزنیم که فسادمون به درجه یک برسه. عالی پسر. دیگه از خدا چی میخوایم؟ میکردیم تاکیوم. We haven't come and ballin' nice and zoomy ballin' ballin'. برو آقا حمله کن، حمله کنید. ایوال پسر، اروپا به دست نیروهای ما افتاد. این عوضی ها من اگه بفهمم چجوری لند میکنن جالب انگیز آلودترین زندگیمون میرم جلو. شما 98 تا. آفرین آفرین به خودم که اینجا آینده نگری کردم و زمین ها رو هولد کردم. شما بیاید اینجا، حقیقتا اینجا ها رو هم بگیرین که این عوضی ها تحت هیچ شرایط دیگه ای لند نزنن. فرانسه هم میبینید بچه تبدیل به دو جبهه ای شده. اسپانیا متاسفانه حامل خبر بدی هم، دیویژن تحت هیچ شرایط دیگه ای نداره چون که همه رو ما سیرکل کردیم تو اینجا. اوی اینجا رو هنو نرفتی جلو، برید جلو ببینم. بودو 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 بودو. این از این 663 تا ناوگان هوایی داریم. کجا بیارمش؟ بیارش اینجا، بیارش اینجا یکم هوا رو بگیریم بچه ها حال بکنن. بوم بنازم. چه جنگی. ایشالله عملیات هوایی انگلیس کانال هم میریم جلو. منتظریم که فرانسه بیفته و حملات اتمی سنگین بر علیه انگلیس رو بریم جلو. چقدر برق دارم من. فرانسه هم افتاد. فرانسه از کپچرد. 11 تا دیویژن بیکار. ارتش مرگ. بید اینجا. اینجا رنده کنان بریم جلو. ایتالیا هم باید یه جنگ
نمکی باش بزنیم و 5 تا دیویژن اینجا سیرکل. اوه بیشتره، 6 تا دیویژن سیرکل کردیم دیگه. بالاتر از این، خفن‌تر از این تکون بخورید سگبازها. دبای برو پسر تکون بخور، اینو بزنین عوضی. ناوگان دریایی با اینجا جون گرفت، ولی کلا میبینی ناوگان دریاییمونو خیلی از دست دادیم. خلاصه گفتم که در جریان ناوگان دریایی ما هم باشی تا حدودی. اینا بزنیم به صورت اگریسیو اینا اینگیج بکنن، یکم شرایطمون خفن‌تر و جیگولی مصدوم بشه. یه 16 تا ناوگان دریایی هم ندارم اینجا. خب یه سری آپگریداشون رو بزنم، ویزابیلیتیشون بیاد پایین تر، کپیتال شیپ اتکشون بیاد و کریتیکال چانس هم همینطور. چه قدرتی گرفته این، از کجا آوردین شما؟ کپیتال شیپ اتک، اوف حاجی بنازم. وضعیت ناوگان دریاییمون هم یه دبل چک بکنیم. دنیا رو به زانو در آوردیم با این عملیات های سنگینمون. وضعیت جنگ های دریایی میبینین دیگه، 167 کشتی از دست دادیم، یه دونه کریر، ولی خب 1188 کشتی هم به مراتب زدیم دیگه تو این ماه اخیر هم که اوضاعمون آمارمون خیلی خوب بوده. آفرین. کسی اینجا نیست اینا رو گردن بگیره؟ نه ظاهرا نیست دیگه. شما بیاید اینجا، شما 11 تا دیویژن 9 تاتون بیاید این طرف، اینا رو بزنین. 6 تا دیویژن علاف و بیکار، 13 تا دیویژن علاف و بیکار. بیا اینجا اینو بزن، 11 تا دیویژن هم که اینان، 22 تا دیویژن هم سمت شمال داریم. اوف، یعنی اولا اینجا دیویژن بیکار نداریم. نه چرا، همین 9 تا رو من میارم سمت شمال نورماندی، حتی اینا رو هم میتونیم بیاریم. بدو بدو تکون بخور سرباز. همه اینجان، همه یرازل و باش اینجان. 18 به 4، هوا رو کاملا گیاهی و تضمینی داریم. میزان تولیدات هواییمون به 5 و 6 رسید، ولی ما اینو بزنیم که جایگزین نسخه قدیمیمون بشه حداقل. خیلی خوبه. بیا آقا من تولیداتشو بردم رو 150 تا کارخونه دیگه، سریعتر بسازین. و اینم از اسپین، It's going to down. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین چه کانویریدی، چه کشتی های هلوی داریم از این عوضی ها میذاریم. دیویژن های پشتیبانی و بکاپمون هم میان. آفرین آفرین، عالی پسر، از کجا لند کرد اومد جلو. شما اینا رو بزنید، شما اینو، شما همه تون اینا رو بزنید. آجی انگلیس مگه چقدر دیویژن داره؟ خدایی ببینید انگلیس 937,000 نفر از دست داده، نفر دوم اعضای ناتو تشریف داره. آمریکا 2,300,000 نفر متاسفانه از دست دادن. دی شما 11 تا بلافاصله بیاید اینجا، بوده پسر. شما 18 تا هم بیکار و علاف نمونید دیگه، بیاید اینجا. سعیتر رنده اسپانیا و اینا رو بزنیم، این بندر رو هم بگیریم و تا راه آبهای جهانیمون باز بشه. آخ 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 چه اتفاقی بیفته اینجا. بنازم پسر کانکشن اینجا رو سریعتر باز بکنیم. کشتشون اینجا رفتن ریپیر. اکاش یه نوالم میساختم و هلش کن، مهم نی. آجی جنگای هوایی اینجا خیلی شدیدتر شد. اینم از این حجی داریم میخوریم و 25 به 14 یکم شرایط بهتر شد، 27 به 9 اوه 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 اوه. خب بچه ها اسپانیا افتاد، جبل طارق هم بگیر. آها بنازم الان باید دیگه کانکشن باز شده باشه. این از این، شما 200 چی؟
ماشاءالله پسر خوبه. بچا درگیری‌ها رو در واقع سنگین‌تر و شدیدترش بکنیم. این از این پرتغالم افتاد. میگم دیگه کشورها یکی پس از دیگری همشون دارن سقوط میکنن. اینجا یه پاتک سنگین بزنیم دیویژن‌های آمریکایی رو جر بخورن برن خونه هاشون. ریسرچ هامون درگیر جنگ و خونریزی بودیم، ریسرچ ها رو حواسمون نبود. بیا آقا تکنولوژی سال 2025. این از این، این از این. اینجا دیگه هیچی نداریم جز این یکی مورد. توپخونه ها نسل چهارش رو بیاریم جلو. عالی. این از این. ایرمیل نداریم نه؟ آج اینو خشک و خالی میتونی بریم؟ 50% بروس داریم. برش کن 200 روز فرقش. یه ریسرچ هم اون تمه ها هست. این از این یکی مورد. این هم از این. بریم جلو. بریم آقا نسل 6 فایتران هم داریم میاریم به بازار تا رنده کنان رنده دشمنامون رو بذاریم. بچه ها عملا میتونم بگم خاکهای اروپا افتاده به دست ما. حالا یه سری بچه زمین ها مثل هانگری و اسلوونی و این قسمت فرانسه مونده. باید به یه سیو نمکی تا اینجای ویدیو رو داشته باشیم. امیدوارم که لذت تمام رو برده باشین و مثل همچه پرقدر پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. به تکلیف این کلیپ کانال ملاری جنگ خواهیم داد به صورت دستی. آره دیگه امیدوارم که لذت برده باشین از این پارت ها و مثل همچه یادتون نره دوست داشتین از من حمایت بکنید، لایک کنید، ساب بکنید و ایشالله هم یه 60-70 تا ساب دیگه هم بگیریم. قرعه کشی رو داریم، اینو خواستم بگم فراموش نکنیم. قرعه کشی هم خواهیم داشت. دم تک تکتون گرم باشه. این است از عظمت راشا ویت ولادیمیر پوتین.